سانسکریت و وزن فارسی صحبت میکنیم و شباهت داره، چه شبیه است، کجا چیز ها جا. بله، و برای اون مثال هم وزن هم بگیم، اسم هم بگیم، و برای اون مثال به زبان سانسکریت هم میگم من. بله جان بفرمایید. الان جان امروز میخوایم درباره چه وزنی بگیم؟ مفاعلون تو فارسی بهش میگن مفاعلون همینه که در ما پنچ چامر، در سانسکریت همین ما پنچ چامر میگیم، پنچ چامر اسم یہ همینه، لغور غرور لغور غرور لغور غرور لغور غرور، مفاعلون 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 در فارسی ہے، درست ہے استاد؟ همینه کدومه؟ لغور غرور لغور غرور این ویری این اسم هست، این اسم خاصی هست که پنچ چامر میگه، پنچ یعنی پنج، پنچ شما سانسکریت هم فارسی هم دارید پنج، ما به سانسکریت میگیم پنچ 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 چامر، پنچ چامر میس که این در این در این وزن هست که پنج پنج کس پر تقسیم شده هست، بنابراین ما این میگیم پنچ چامر پنچ چامر. اینجا میاد یتی یتی میشه پنج پنج بار، در پنج پنج بار یتی میشه که اونا میگیم پنچ چامر، پنچ پنج تا سه جایی در بله بله. شما دوست شما به فارسی چه میگید این را، این وزن را که مفاعلون 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 دارید، اسم بحر اسم وزن چیه؟ بحر چیه؟ بحر رجز مثمن مخبون، بحر رجز رجز مثمن مخموم مخبون 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 مخبون. قبل جنگ برای هم رجز میخوندن. بله بله رجز که بله رجز که مخبون بله. ولی تو فارسی 16 هجا هست. چند تا؟ 16 تا. بله بله، در سانسکریت هم 16 تا هست، در سانسکریت هم 16 تا هجا داره. پنج چامر کی هست، در سانسکریت هم 16 تا هجا داره. آخر دو جان پنج تا سه تا میشه 15. ولی نه این که اونجوری نیست، اون پنج تا قسمت اونجوری نمیشه. اگر اونجوری هم میکنید که آخر یک تا که آخر یک میمونه گرو بزرگ بلند، اگر اونجوری پنج پنج تا قسمت میکنید شما که پنج تا پنج تا پنج تا سه تا سه تا هست که 15 تا شد و آخر یک تا گرو میمونه بلند آیدا، آخر که ما سه تا هیزرا ادھر یک گرو میشه میشماریم، شما میدونید ما سه تا کوتا اونرا در یک گروه می شماریم ما. بله خوب، پس 15 تا که میشه، ولی در آخر یک تا گرو بلند می آید، پس 16 تا میشه. بله شبیه هم بله بله بله. ما وزن اینجوری می داریم، ما وزن را میگیم لغور غرور 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 لغور غرور، یعنی همین وزن پنج چامر است، لغور غرور لغور غرور لغور غرور لغور غرور، مفاعلون 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 مفاعل را چار بار بخانی دھمین میشه، مفاعلون 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 لغور غرور لغور غرور لغور غرور لغور غرور، همین ہے وزن دقیقاً همین وزن هست، فرق نمی کنه، فقط فرق اینجا داره که در فارسی شما چهار در یک قسمت چهار تا هجا داری شما، مفاعلون در مفاعلون چهار تا هجا هست، ولی در سانسکریت در یک قسمت سه تا هجا داره، سه تا هجا داره، اون را یک قسمت میشماریم ما، هر رکنش چهار هجا داره. بله هر رکنش چهار هجا داره، ولی تو شما سه هجا هم داری، در فارسی سه هجا هم هست که چنتا یا مثلا پنج هست. پنج هم داری شما، سه هم هست، پنج هم هست، چهار هم هست، دو هم داری، دو هجا هم داری نه؟ آفر دو هجه هم داری. بله ولی در سانسکریت همه کی هست، همه کی در سه هجه یک گروه تقسیم میشه که اون را میگیم گن، ما هشتا گن داریم، یماتا راج بان سلگا اینجوری که ما سوتر داریم، فرمول داریم، قواعد داریم، در اونجا یگن مگن تگن رگن جگن بگن، اینجوری هشتا گن داریم ما. برای
برای دوستان چند تا شعر بخونیم بفهم. بله بله، شعر فارسی هم بخونیم ما در همین وزن، مفاعلون 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 مفاعلون، در همین وزن ما شعر فارسی هم میخوانیم و شعر سانسکریت، شلوکای سانسکریت را من میخوانم برای دوستان در همین وزن هست. اول شما میخوانید دوستان یا من میخوانم؟ بلوس من بخونم. در که ما در خدمت شما هستیم، شما بخوانید. اولین شعر مال خوانیه که از شعرای قدیمی ایران. اسم شاعر چه؟ اسم شاعر چه گفتی دوست؟ خاقانی. خاقانی، خاقانی. بله. بسیار عالی. بخوانی دوست. چه کردم به جای تو که نیستم سزای تو. نه از با این همین با وزن بخوانی دوست. مفاعلون 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 مفاعلون. الان در همین ریتم بخوانی. خوبه. بله. چه کردم به جای تو که نیستم سزای تو، نه از هوای دلبران بری شوم برای تو، مکن خراب سینه‌ام که من خراب کینه‌ام، ز مهر تو بری نه‌ام به جان کشم جفای تو. آفرین. دو بیتی بود؟ بله دو بیتی نه، دو بیت از یک غزل. دو بیت از یک غزل. بسیار عالی. شعر از امیر خسرو، شاعر هندی. امیر خسرو توتی هند. بله. دلم برون شد از قمت، قمت ز دل برون نشد، زبون شدم که بود کو ز دست قم زبون نشد. ای بارک الله بارک الله. خیلی. مفاعلون 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 مفاعلون. بسیار عالی. یه شعر هم هست که خیلی معروف، مال آقای هوشنگ ابتهاج، شاعر جدید هست. خیلی معروفند ایشون. ایشون خیلی معروفند در ایران الان. من هم چند تا شعر شنیدم در اینستاگرام. خیلی خیلی شعر خیلی خوب می نویسند ایشون. خیلی از قلب می نویسند ایشون. بله. از قلب می نویسند، به قلب می رسد. بله. بله. چون شعر گفته؟ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. آفرین 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 آفرین. بسیار عالی. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دست شما در نکنه. بسیار عالی. دیگر هم دارید؟ بسته. نه بسته. همینان. خیلی عالی بود. دست شما در نکنه. خیلی عالی بود. الان من این مثال را بیاریم. در همین وزن شلوک سانسکریت را، شعر سانسکریت را میخوانیم برای دوستان. این شلوک ببینید. این که وزن هست، گفتم به شما وزن سانسکریت را ما میگیم، اسم داریم هست پنچکامر. و وزن ما اینجوری میگیم که لگور گرور لگور گرور لگور گرور لگور گرور، همون مفاعلون مفاعلون مفاعلون، چهار بار مفاعلون میاد، همین لگور گرور میشه. و این خیلی معروف این شعر الان که من به دوستان این شلوک را، شلوک سانسکریت را، شعر سانسکریت را به دوستان میکنم، در هند خیلی معروف است. سانسکریت هست. این در مورد خدای شیو هست. این که شلوک هست الان این شعر این که شلوک سانسکریت هست، شعر سانسکریت هست، در مورد چیه کم به دوستان میگم که در مورد این چیه که وقتی که میخونم میفهمن دوستان. این راون نوشته. راون بود، راون ما در رامایان میدونه، رامایان کی میدونیم، رام و راون جنگ هست در بین رام و راون، رام و راون. اون که راون بود، اون راون خیلی چه میگه، خدای شیو را خیلی دوست داشت. خیلی بله دیو بود، ولی اینجوری دیو نبود که دوتا ساعت این دندون بزرگ داشت، فر داشت، اینجوری دیو نبود. اون دیو ولی اون ولی در فارسی که ما برای اون دیو هست بس، ولی خیلی خیلی خیرتمند بود، برهمن بود، برهمن بود، خیلی خیرتمند بود. همه یه وید ها را، ریگ وید، یجوروید، سامید، اتوید، همه را خونده بود. همه خیلی خیرتمند بود در راون. خیلی 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 خیرتمند بود. همون راون این بیت را نوشته، این شلوک سانسکریت را نوشته، بر عبادت کرد، عبادت کرد، عبادت خدای شیو کرد.
عبادت خدای شیو را خیلی دوست داشت و خود خدای شیو را خیلی راون دوست داشت. خب تو برای عبادت خدای شیو، خدای شیو که ما خدای هندو داریم، خدای شیو برای هندو ها خدا هست، پس راون برای خدای شیو دعا گفت برای عبادت اون. اون همه دعا کی هیزده تا شیر هست، شلوک هست که هم در همین وزن هست. ولی در سانسکریت ببینید، سانسکریت چه میشه؟ چهار وقتی که در فارسی چه شد، فارسی دو تا مصر می آید، یک شعر میشه، درسته؟ مثلا مفاعلون، این چهار تا مفاعلون در یک مصر آمد، و دوباره مصر دوم مفاعلون، دوباره آمد، این دو مصر شد یک شعر. خب ولی در سانسکریت چه میشه؟ اینجوری یک مصر، دو مصر، سه مصر، چهار مصر، چهار میاد یک شلوک میشه، مفاعلون، یک، پھر دوباره مفاعلون، جمله سوم مفاعلون، مصر سوم و مصر چهارم، چهار مصر میاد مفاعلون کی یک شلوک میشه در سانسکریت، اینجوری هست. بس من برای دوستان این رام الان میکنم که گفتم این در مورد خدای شیو هست. ببینید خیلی قشنگ هست و خیلی یکم سخت هم هست برای خواندن، چون که بزرگ، کلمه خیلی بزرگ هست این. بس این بعد تم جان، کلمه های قدیمی ده، سخت. بله کلمه های خیلی قدیمی هست، سخت هست، جمله خیلی بزرگ جمله هست. اگر میبینی یک جمله این کا طولانی هست، طولانی هست. نگم به شما اسم این شعر هست شیو تانڈو ستوترم. شیو یعنی خدای شیو، تانڈو یعنی رقص خدای شیو، ستوترم یعنی دعا، برای دعای خدای شیو که اون خدا، اون مثل تانڈو، مثل رقص خدای شیو هست. اون این دعا، این شعر اونجوری هست که مثل رقص خدای شیو هست، اونجوری که خدای شیو می رقصد اون هست. خب این را، این شلوک را به دوستان می خونم. ببینید اینجوری هست، الان یک کم ببینید مفاعلون جٹاٹوی گلج جل پرواہ استھلے مفاعلون لگور گرور پنچچامر جٹاٹوی گلج جل پرواہ پاوت استھلے گلے ولمبی لمبتام بھوجنگ تنگ مالکام ڈمڈ نناد وڈ مرویم چکار چنڈ تانڈوم تنوتنا شیوہ شیوم. یعنی یہ شعر بود، چهار جمله بود، یک شعر بود، یک شلوک یعنی یک بیت بود. ببخشید این یک بیت بود، در یک بیت چهار تا جمله، چهار تا مصرع آمد. دوم بیت بخونیم برای دوستان. جٹا کٹا ہسم بھرمم بھرمن لمپ نرجھری ویلول ویچی ولری ویراجمان موردھنی دھگد 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 جولل للاٹ پٹ پاوکے کشور چندر شیکھرے رتی پرتکشنم مما. خیلی مجھے من کیا صدای من خیلی خوب نیست، من آهنگ صدا خانے کیوں چی بھی گیا، آهنگ کسی کے آهنگ میں خانے من ان کی نیست آم چی جان خانندے میں خانندے بالے خانندے من خانندے کی نیست آم ان تمرین دارم کے خانندے جو نفس را می کسا دیر می کسا میں نیسو برے ایرانیا بگید بفهم بالے چی گفت یکی من معنیش بگید ایرانی که سانسکریت نمیدونم بفهم. بله این همه چه تعریف خدای شیو هست، یا خدای شیو چه شکل دار، موها که خیلی بزرگ هست، بالای مو رود گنگ هست، گفتم به شما خدای شیو بالای مو رود گنگ دار هست، ماه هست اینجا، ایک ترشول دارد و کچجوری لیوان سواری اون چیه در مورد همون است، چه گل را دوست دارد، کدوم گل را دوست دارد و بعدن چه کار هران، همین در مورد همین نوشته شده است. دیگر مفاعلون دھرا دھریندر نندنی ویلاس بندو بندور سفرگ دیگنت سنتتی پرمود مان مانسے کرپا کٹاکش دھورنی نرد دور دھرا پدی کچھ دیگمبرے منو ونودمیتو وستنی جٹا بھجنگ
انگ پنگل سفنت فنامانی پربھا کدمب کنکم درو پرلپت دگبدھو مکے مداند سندور سفرت گتری می دورے منو ونود مدبوتم وبھرت بھوت بھرتری سہسر لوچن پربھتی شیش لیکھ شیکھر پرسون دھولی دھورنی విధూసరాంగ్రి పీఠ భూ భుజంగ రాజమాలయా నిబద్ధ జాత జూట కశ్యేచ్చిరాయ జాయతాం చకోర బంధు శేఖర లలాట చత్వర జ్వలల్ ధనంజయ స్ఫులింగ భాని పీత పంచసాయకం నమన్న లింప నాయకం సుధామయూఖ లేఖయా విరాజమాన శేఖరం మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాల మస్తున హమింజురియస్ ఇన్ ఇన్ ఇన్కి అగర్ కసిమీ ఖానే ఖై కవి మిష ఖైలి ఇన్కి కుదరత్ దార ఖైలి ఇంజరి పాస్ సదాయ బులంద మి ఖానా నిహా బా సదాయ ان با صدای راحت ہم اتنے بے خانت ولی انہا کی جبون ہستان جن قدرت مند کبھی قدرت مند ہستان جبون ہستان با صدای بلند و با زور می خانند جن کی ان ردم خیلی کشنگ ان ردم خیلی کشنگ ہمین وزن ہست ہمین ہمین شعر ہست کی ہزا نوزہ تا دار اینجا استاد پہلو ہمین ہے کہ دقت کرتے شما کہ وزن شبیہ وزن را دقت کرتے چجوری شبیہ بود وزن بله مفائلون 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 جتاتوی گلت جولب پروانا ویتستھلے مفائلون 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 دلے ولم دلم بیتام بھجنگ تنگ مالکام نو مفائلون 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 دمد 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 نناد ود دمر ویم چکار چند تاند وم تنو تنہ شیوہ شیوہ مفائلون 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 برائی ماں ان ان مهم است وزن مهم است کی وزن چه چه مفائلون هست کی اونهن جاه هست کی نیست شبیه هست کی نیست برای ما این این خیلی مهم است وزن خیلی مهم است وزن فهمیدن خیلی مهم دو تا مفائلون باشه چه شکل است اگر ما دو تا مفائلون داریم اونو میگه پرمانیکا اگر ما پرمانیکا پرمانیکا اگر ما دو تما فائلون داری مفائلون مفائلون پرمانیکا لگر پرمانیکا لگو گرو پرمانیکا ہے ہمین وزن وزن پرمانیکا ہے پرمانیکا لگو لگو گرو پرمانیکا لگو گرو لگو گرو لگو گرو گرو یا پرمانیکا لگو گرو ہمین وزن ہے دو تا اگر شما دا دو تا پہل ہاں انرا برائے آئندے انرا برائے آئندے برائے مثال کریم سنسکرت ان برائے پرمانیکا ما جب آئندے پرمانیکا میخانے چھندے پرمان وزن در فارسی چے اسم داری شما برائے دو تا مفائلون مفائلون باشے چے اسم اس نمیدونم ولی اونم بحر رجز مربع مخمون باید باشے اشکال نہ دار برائے جلسے آئندے ان چیز ہارا ما ایکم ببینیم ریسرچ بے کنیم ببینیم چیے اسم وزن چیے چجوری صرف میشے وزن چیے اسم وزن چیے بحر چیے مثال داریم در فارسی کچھ چندتا مثال ہے سنسکرت کی خلی جات مثال داریم من خود در من خود در در وزن پرمانیکا کی سنسکرت داریم ان در وزن پرمانیکا شیر سنسکرت را بیت سنسکرت را شلوک سنسکرت را نوشتے ہم اور ہم بے آئندے بے دوستانی شنو ویدہ ہم شیر